جواب دندان شکن مسلمیار و ملا ترخیل به دکتر عبدالله عبدالله و یارانش. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. صدف امیدی روی صفحه فیسبوکش مطلبی را به نشر رسانیده است. ملا ترخیل: در اسلام بایومتریک وجود ندارد، بایومتریک حرام است. این در حالی است که رئیس مجلس سنای افغانستان از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر سخنانش معذرت خواهی کرد. به گزارش اسپوتنیک، به نقل از اشرسو فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان، از هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات این کشور به خاطر اظهاراتش معذرت خواست. او گفته است که در سخنان امروزش نسبت به هوا علم نورستانی الفاظ نامناسب به کار برده و به این دلیل از او معذرت خواهی می کند. فضل هادی مسلمیار روز سه‌شنبه 9 میزان در نشست عمومی مجلس سنا گفت: از دوستان شنیدم که رئیس کمیسیون انتخابات گفته است که آرای بایومتریک ناشده شمار نمی شود. سر پدرش می شماریم. از مردم بپرسید قصه چیست؟ حق مردم را چگونه می خورید و وظایف می سازه؟ آنها بر اساس فیصله شما این رای را استفاده کردند. ویدیوی از این لحظه سخنان رئیس مجلس سنا در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده و واکنش برانگیز شد. همچنان مشران و جرگن نیز صورت جلسه نشست روز سه‌شنبه این مجلس را نشر کرده و در آن سخنان آقای مسلمیار را آورده است. پس از این اظهارات و واکنش ها در برابر آن، مسلمیار در صفحه فیسبوکش در این باره وضاحت داده است. او گفته است که در سخنان امروزش نسبت به هوا علم نورستانی الفاظ نامناسب به کار برده و به این دلیل از او معذرت خواهی می کند. او تصریح کرده که کمیسیون های انتخاباتی باید به آرای مردم احترام بگذارند و با رای مردم بازی نکنند. مسلمیار یک بار دیگر تاکید کرده است که آرای بایومتریک ناشده باید شمار شود، زیرا مردم در روز رایگیری تا ساعتها منتظر ماندند اما دستگاه بایومتریک کار نمی کرده است و از رای دادن محروم شدند. به گفته مسلمیار، مردم پس از این که بر اساس فیصله کمیسیون دوباره اجازه یافتند که رای بدهند، باید رایشان حساب شوند. رئیس مجلس سنا همچنان گفته است: طرفدار آرای نیست که بدون بایومتریک با زور و یا شبانه به نفع کدام نامزد به کار رفته است. مسلمیار تاکید کرد که از حقوق مردمی که با بهای سرشان رای دادند قاطعانه دفاع خواهد کرد و به کسی اجازه نمیدهد که رای مردم را تلف کند. سخنان مسلمیار با واکنش متعدد روبرو شد. از جمله ریاست اجرایی این سخنان را تهدید کمیسیون انتخابات عنوان کرد و از مسلمیار خواست تا معذرت خواهی کند. رئیس مجلس سنا اما در پاسخ به عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفته است که ابتدا جایگاهش را قانونی کند و پس از آن بر ریاست مجلس سنا چیغ قانونیت را سر دهد. او همچنان گفته است که رئیس اجرایی خودش را غیر قانونی و بدون فیصله کمیسیون های انتخاباتی برنده اعلام نکند. مسلمیار گفته است که پروای اعلامیه سیاست مداران و ریاست اجرایی را ندارد و از فیصله های قانونی کمیسیون انتخاباتی حمایت می کند. این در حال است که دکتر عبدالله عبدالله روی صفحه فیسبوکش نگاشته بود: اعلامیه ریاست اجرایی در پیوند به تهدید رئیس مجلس سنا علیه مسئولین کمیسیون های انتخاباتی، سپیدار، کابل. در ویدیویی که امروز در رسانه های اجتماعی دست به دست می گردد، آقای فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا مسئولین کمیسیون های مستقل انتخابات را که اعلام کردند آرای بدون بایومتریک در انتخابات قابل اعتبار نیست، تهدید می کند که به زور و سر پدر آنان آرای بدون بایومتریک را می قبولاند. ریاست اجرایی این سخنان غیر مسئولانه و تهدید آمیز را علیه مقامات و منصوبین کمیسیون های مستقل انتخابات محکوم می کند. هیچ کس حق تهدید کمیسیون ها، مسئولین و کارمندان این نهاد را ندارد. آقای مسلمیار باید این اخطار خود را هرچه سریعتر پس بگیرد و از کمیسیون ها معذرت بخواهد. همچنان به مقامات عدلی و قضایی کشور هدایت داده می شود تا چنین تهدیدها علیه مسئولین کمیسیون ها را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند و با عاملان تهدیدها برخورد قانونی نمایند.
نهادهای مسئول در حکومت افغانستان موظفند از روند تحکیم مردم سالاری در افغانستان حمایت کنند و طبق قانون فضای امن و مساعد را برای کارمندان کمیسیون ها مساعد سازند تا وظایف خیش را مسئولانه انجام دهند، نه اینکه خود به مانعی و تهدیدی برای مردم سالاری و زمینه سازی برای تقلب مبدل گردد. دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان. این در حالی است که عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری اعلام کرد که تیم ثبات و همگرایی پیروز انتخابات است. با گزارش اسپوتنیک، عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی دو روز پس از انتخابات در اولین کنفرانس خبری گفت انتخابات به دور دوم نمی رود و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل خواهد داد. آقای عبدالله تصریح کرد که نتیجه انتخابات را کمیسیون انتخابات اعلام خواهد کرد، اما او گفت بررسی های تیم ثبات و همگرایی نشان می دهد او با رای بلند پیروز انتخابات است. عبدالله عبدالله از تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر باطل کردن آرای بدون بایومتریک استقبال کرد و از کمیسیون شکایت خواست با شکایت ها رسیدگی کند. همزمان با اعلام پیروزی از سوی عبدالله عبدالله، کمیسیون انتخابات می گوید هیچ نامزدی حق ندارد قبل از اعلام نتیجه از سوی کمیسیون اعلام پیروزی کند. بر اساس جدول زمانی کمیسیون انتخابات، نتایج ابتدایی انتخابات در 27 میزان و نتایج نهایی در 16 عقرب ماه بعدی اعلام خواهد شد. شایان ذکر است که مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که هیچ نامزد انتخاباتی حق ندارد پیروزی خود را اعلان کند و این حق کمیسیون انتخابات است که بعد از بررسی تمام نتایج نامزد برنده را اعلام نماید. با گزارش اسپوتنیک، حبیب الرحمن ننگ، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، دوشنبه 8 میزان در یک نشست خبری در کابل گفت اولین بار است که در افغانستان انتخابات با شفافیت بلند برگزار شده است. او افزود تاکنون 7500 فرم از طریق آنلاین به سرور کمیسیون انتخابات رسیده و فرم هایی که باقی مانده به زودی به سرور مرکزی انتقال می شود. کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را پس از به دست آوردن شمارش آرا اعلام خواهد کرد، اما می گوید که تا حال شمارش کل آرا به پایان نرسیده و به ما منتقل نشده است. پیش از این عبدالله عبدالله، کاندید ریاست جمهوری، از طریق صفحه فیسبوک خود گفته است که تا دو روز گذشته ما نتایج ولایات مختلف کشور را مورد مطالعه قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که آرای زیادی داریم. عبدالله عبدالله بیان داشته که نتایج بررسی های ما در دو روز گذشته نشان می دهد که تیم ثبات و همگرایی پیشتاز است و انتخابات در دور اول به نتیجه خواهد رسید و نیازی به دور دوم نخواهد بود. رای بدون بایومتریک مدار اعتبار نیست و کمیسیون های انتخاباتی باید جلو مداخله اداره احصای مرکزی در روند انتخابات را بگیرند. وی همچنین میگوید متاسفانه برخی از مقامات در ولایات در پروسه انتخابات مداخله کردند که همراه آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. سرنوشت کشور تنها بر اساس رای سالم، ثابت و پاک مردم تعیین می شود. این در حالی است که مولانا محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون انتخابات، در یک نشست خبری گفت ارقام سطح اشتراک رای دهندگان در ولایت قندوز و تخار به استثنای 20 مرکز به دست آمده، اما گزارشات فرا و بدخشان هنوز زیر کار بوده و کوشش ها جریان دارد تا ارقام سطح اشتراک رای دهندگان و جدول نتایج آن به دست آید. او افزود هدایات کتبی و رؤسای ولایتی کمیسیون های انتخاباتی ارسال گردیده تا تخلف، تقلب و تخطی هایی را که میبینند مستندسازی کرده و با رهبری این کمیسیون ها شریک سازند. با گفته این کمیشنر کمیسیون انتخابات، مطابق قانون و تقویم انتخابات نتایج اولیه در مراکز و قرار است نتایج ابتدایی در 27 میزان و نهایی آن در 16 عقرب اعلان گردد. وی خاطر نشان ساخت که ولایت های فرا و بدخشان تغییراتی در قسمت تامین ارتباط و ارسال مواد انتخاباتی به دست نیامده است. همچنان قابل ذکر است شماری از نمایندگان مجلس با اشاره به بحران احتمالی پس انتخابات میگویند که نامزدان باید برای جلوگیری از بحران نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرند. با گزارش اسپوتنیک، نمایندگان مجلس امروز دوشنبه 8 میزان در نشست عمومی تاکید کردند که انتخابات دو روز پیش شفافترین انتخابات نسبت به گذشته بوده و نامزدان باید طبق اصول دموکراسی با رای مردم احترام بگذارند. غلام حسین ناصری، یکی از اعضای مجلس، گفت
خواهش ما از تیم انتخاباتی این است که نتیجه انتخابات را بپذیرند و به خاطر منافع ملی نگذارند افغانستان بار دیگر به بحران انتخاباتی سوق داده شود. آقای ناصری افزود انتخابات از اصول اساسی دموکراسی است که حتما برنده و بازنده ای دارد، اما نامزدان نباید به بهانه های میزان کم اشتراک کنندگان و یا دستیابی به حکومت ائتلافی بحران آفرینی کنند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.